اون روز بعد از تمرین زیاد باسط دوباره به فکر فرو رفت. این بار او به کارهای عقب افتاده مزرعه فکر میکرد. پدر، مادر و مینو مسئولیت باسط رو به دوش کشیده بودن تا او بتونه به محل نگهداری از اسب‌ها بیاد. باسط از اینکه نتونسته بود به موقع کارهای مزرعه رو انجام بده خیلی ناراحت بود. اون خیلی فکر کرد تا اینکه بالاخره یه تصمیم خوب گرفت. اون تصمیم داره با پشتکار بیشتر هم به موقع به کارهای مزرعه رسیدگی کنه و هم تمرین سوارکاریش رو ادامه بده. اسب ترکمنی هنوز هم آوازه جهانی خود را دارد. زیبا، نجیب، با یال‌های آشفته در باد. برای پرورش اسب ترکمنی و اصلاح نژاد او چه کسی شایسته تر از یک پزشک ترکمن است که در این منطقه بر این کار همت گماشته؟ پزشک وفادار به آرمان‌های سرزمین پدران از برادران اهل تسنن در منطقه است که با علاقه و شور خاصی به خانه خود بازگشته تا به مردم سرزمینش خدمت کند. این فرزند صحرا
با کمک وزارت جهاد سازندگی به خالص‌سازی نژاد اسب‌های ترکمن پرداخته تا هم به مردم سرزمینش خدمت کند و هم قدم بزرگی در احیای نژاد اصیل اسب ترکمنی بردارد. من دکتر قیادی هستم، پزشک ساکن جرگلان. هفتمین سال فعالیت پزشکیم در جرگلان هست و به دلیل علاقمندی خاصی که به فرهنگ بومی منطقه جرگلان داشتم به لحاظ ارتباط تنگاتنگ با کار پزشکیم، وارد میدان اسبداری و صنعت پرورش اسب شدم. اسب اصیل ترکمن از اون اسباییه که در دنیا جایگاه خاص خودشو داره در بین تمام اسبای خوب دنیا و یک پایگاه به اصطلاح توده ژنی درجه یکی است که خیلی از اسبدارا و متخصصین امر به این امر هم واقفن، هم علاقمند هستن که این اسبا رو در استبلای خودشون داشته باشن. مجموعه اسبایی که اینجا دارید میبینید مادیون های متعلق به شرکت تعاونی تولید پرورش اسب اصیل ترکمن هست که در منطقه جرگلان داره فعالیت میکنه و با حمایت هایی که از طرف وزارت جهاد سازندگی و به خصوص همکاران محترم معاونت امور دام در سازمان جهاد سازندگی خراسان داره انجام میشه و کمک های فدراسیون سوارکاری و چوگان کشور، این کار داره به جاهای خوبی میرسه. من یک گوشه کوچکی از کار رو دارم به خاطر علاقمندی خاصی که خودم دارم و به خاطر تشویق بقیه مردم این منطقه که بتونن یک الگوی رو از کار داشته باشن، الگوی اصلاح نژادی که با کمک فدراسیون و وزارت جهاد داریم دنبال میکنیم. انشاءالله در آینده نزدیک ما کره هایی که از مادیونا به دنیا میان، کره های نزدیک به اون اصلاح شده خالص خواهند بود و این امید رو داریم که به زودی بازار صادرات رو برای این اسبا باز بکنیم به کمک وزارت جهاد سازندگی و به خصوص همکاران محترم معاونت امور دام. اینجا زیر درخت توت بر قاب پنجره‌ای دیرینه پا بر جا پیرمردی ایستاده که برای همه اهالی محترم است. جد پنجم او برادر مختوم قلی، شاعر پرآوازه این خطه است که اشعارش را عاشقان با دوتار می‌خوانند و عارفان به امید دیدار یار. من آخون آدین قربان، معروف به آتاییشان محمدی، از طایفه گرکز، پنجمین نسل از برادر حضرت مختوم قلی و با حساب پدر مختوم قلی دولت محمد آزادی، من فرزند ششم هستم.
دولت محمد آزادی و فرزندش مخدوم قلی قبلاً در ایران سکونت داشتند و مرقدشان در محل آقتوغای می باشد. مخدوم قلی آن زمان برای ادامه تحصیل به خیوه و بخارا رفت و در آنجا مدت‌ها ادامه تحصیل داده است. بعد از آن به آقتوغای برگشت نزد پدرش دولت محمد آزادی و همانجا مشغول ادامه زندگی شد تا از دنیا رفت. الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی ایران همه ساله در محل آرامگاه این دو بزرگوار 25 و 26 اردیبهشت مراسم بزرگداشتی برپا می‌گردد. از دریچه ببینیم باغ را یا از باغ به دریچه بنگریم، این هر دو ممکن است، چون در هر دو سوی این دریچه باغی هست. در اتاق آتاییشان بیشتر از هر چیز کتاب‌های قدیمی جلب نظر می‌کنند. ام گلستان یک شهرم بو هنیمه پرهی پرهی بو هنیم بله. به فارسی شعر خواندن برایش چندان آسان نبود و البته برای ما هم شنیدنش چنین بود. کتاب گلستان سعدی را با پارچه‌ای گلرنگ جلد کرده و با دقت و حرمت شعری از آن کتاب دیرین سال می‌خواند. پشت دوتای پلک راست شد از خرمی تاچو پردند زادهی مادری ایام را حکمت محض است از لطف جهان آفرین خاص کند بنده مصلحت عام را دولتی جاوید یافت هر کی نامو نیک زیست دولتی جاوید یافت هر کی نیکو نام زیست کی زوک باش ذکر خیر زنده کند نام را وصف تو را گر کند ورنه کند اهل پغل حاجتی نشاطنی روی دلارام را. ما شب و روز دعا می کنیم اگر قرار باشد از ایران جایی برویم تنها به بهشت برویم. ایران را بهشت روی زمین می دانند. دعای ما این است که اگر قرار است از این بهشت برویم به بهشت موعود برویم. از آتاییشان شعری از مخدوم قلی می طلبیم و او چند بیتی از اشعار عمیق و زیبای عمویش را برای من می خواند. مختم قلی الله یادن ذکر ایله یمن صبر ایله یخشا شکر ایله گورستان برده اتر فکر ایله نجه من دیلر یتیر قم مولو.
قفل ایش بلن که